یخما؟ برادر، آدم خودش حق داره. تا پدر زنده است هیچ کس سهم نداره، من هم اختیار هم ندارم، در حدی مباشرم و بس. مباشر؟ دیدی رأسا تصمیم بگیرم من؟ اون زمین مرغوب رو با اجازه یکی دادی به بهادا؟ ملک بانو خواست مادر بود. لااقل یه لقمه بخور مطمئنشم قلبت امن و آروم پیدا کرده. چرا هنوز مقصر رو پیدا نکردیم؟ تیر زدن بخوان، اما هنوز کسی مجازات نشده. چی بگم؟ شاید تیر غیب بوده این. به هر حال من و تو رو مجبور کرد برسیم به پدر و مادر. نگو برادر، همین کوتاهی و ملاطفت ما باعث شده ایل پوسان بشه مأمن مشروط چیا. از خودت پرسیدی که قوام از اختلاف من و تو چه نفعی میبره؟ هرچی میگذره مردم بیشتر دم از قانون و عدالت خانه با ترقی میزنن. شهر و بحر و کوه و دشتم نداره، واگیر داره و همه جا میره این خواست و درخواست. مردم؟ همین عوام کل انعام؟ کسی که دست راستش از دست چپش نمیشناسه چه میفهمه از حریت و آزادی و عدالت خانه؟ تو چرا پای دار؟ تو خوب میدونی حق و حقوق مردم چیه و چرا طلبش میکنن. تو در مورد انقلاب فرانسه مقاله ترجمه کردی برای ما، شوری داشتی برای خودت، یادته؟ تو هرچه رنگ تجدد خواهی داشت پیدا می‌کردی برای ما، به چه مکافاتی با هم دیگه مخفیانه رقعه و مکتوب می‌خوندیم. اون وقت حالا رو راست بهت بگم نامدار خان، اگر قرار باشه مملکت مشروطه اونجور اداره بشه که تو الان داری ایل پوسان رو اداره می‌کنی، همون بهتر که استبداد بمونه. اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیاد. ما هم شروع کردیم از ایل پوسان، باید بیای از نزدیک ببینی. اختلافات کم شده با عایدات زیاد، راضی تر شدن مردم، حتی پدر هم الان راضیه. از خودش بپرس باور نداری؟ این رعیت که قرنها با چوب و فلک خوانین رام و مطیع شدن، با مشروطه شما دیگه به فرمان تو و من بر نمیان. از این جماعت متقلب پشت هم انداز تنبل اجتماعی به وجود میاد که بیشباهت به اجتماع حیوانات در جنگل وحش نیست. داری رو اسب بازنده شرط ببندی پایدار خان. اونی که دوام نمیاره دوامه و مستبدین. فردا روز هم جلوی مردم سپر میندازن و مملکت میفته دست اهلش. برعکس، قرائن نشون میده که بیرق مشروطه چیا سقوط میکنه و همه مشروطه خواها سقط میشن. بازنده اید از همی الان. فردا با هم میریم سرکشی، من و تو فقط با ایوب. برای چه کاری؟ باید ببینیم
باید بشنوی صدای پنهانی رو که انقریب به فریاد بدل میشه، فریادی که اگه شاه نشنوه از تخت میکشه پایین اونو. باشه، میام و بهت ثابت میکنم منتظرن که ایران بریزه به هم. اونا هم از آب گلالود ماهیای خودشون رو بگیرن. اولین ماهیایی هم که به تور میفتن من و توی. با همه این حرفا ایرانی مستحق حریت و عدالت هست. نیست. فتولا خان، من کور خانه نشین بغداد خبر دارم. خبرکشای من همه جا هستند، همه جا. من هرچی گفتم حقیقت گفتم. این پسره بی حیا، همین که اسمش نمیارم تا دهنم نجستشه، جلوی چشم خودم از مشروط دفاع کرد. الانم بوهیرآباد رو کرده مأمن همپالگی های خودش. میفهمی؟ میفهمی یعنی چه؟ مثل وبا افتاده به جان جمع پاک ما. هرچه هست زیر سر فتولاه خان. مشوش نشید حضرت والا، خود فتولاه. کاری نکن که از فرط سادگی احمق جلوه کنی. ریشه، به ریشه نگاه کن. علف هرزو باید از ریشه کند. خان، قوام درست تشخیص داده بود. ایل پوسان شده لانه، لانه مشروط خواهان. اگر فتولاه خان نبود، مشروط از شیراز بیرون نمی اومد. میبینی دوراب؟ تو چه میکنی با کسی که نمک خورد و نمکدان شکست؟ دورو بر من پر شده از مردای چاپلوس و ترسو. من مرد میخوام، مرد عمل. هیچ کس نیست قوام رو از این کابوس نجات بده؟ نفرمایید، نفرمایید حضرت والا. تعارف تکه پاره نکن برای من. اگر داشتم یه مرد، اگر فقط یک مرد در دم و دستگاه من بود، به این فلاکت نمی‌افتاد. هیچ یاروی آوری ندارم مگر این که خودم رو بکشم و از این کابوس خلاص بشم. نه،
ناز یاران چشم یاری داشتیم. افسوس خود غلط بودن که ما پنداشتیم. بیا مامان جدی بیا. آروم برو گل بحر. آروم برو گل بحر. آروم مامان نوبر خان حواست به جدی باشه. آروم برو گل بحر. آروم میفتی از پله ها مامان جان. بریم سبر درست کنیم. گرنه بچه ها رو بردار ببر اون کالسکه. بدایی بیا. ای قربونه دو خسته شما درد نکنه. بیا خلی جلیل بیا مامان. بدایی دورا تو چرا ایسیدی مثل اون سوالا؟ بیا برو برو مامان. یه موقع هر برنامه بود مباشر خبر داشت. الان هستی چه خبر ندارد؟ کجا میرن نوازاده ها؟ پسرها دارن میرن سرکشی، ما خانم هم داریم میریم زیارت. روشن دیگه بچه اینجا ببینم. جلید بیا. جلید بودو 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 بالا بودو این بریز نوبر خانم این بخچرم بگیر. بیا ببینم من چه کار کنم. شما بمون پیش خان. بیا بالا مراقبش باش. نوبر خانم این بچه رو بگیر. به تنهایی ماه ولی برگرد. برو Thank you.
اجازه بده قهوه رو من درست کنم. این قهوه مخصوصه، خودم درست میکنم. سینی رو بردار. چیه محب علی؟ خان، میخواستم براتون قهوه درست کنم. دوراب نذاش، گفت خودم میخوام واسش درست کنم. قهوه مخصوصه. یه جوریایی هم حالش یه جوریایی هم بود. فکر میکرد خان به یه همچین روزی بیفته؟ الحمدلله حال شما هر روز بهتر میشه. فکر میکنم دنیا برای شما یه خواب راحته. نمیفرمایید سر سفره؟ قهوه رو خودت آوردی؟ محب علی از سر وظیفه میاره، من با محبت میارم. قهوه‌ای که با محبت تبخ بشه دلچسب‌تره. کدومش مال منه؟ بخورش. یکی هم بخور. گریه میکنی؟
یک عمر خدمت کردم خان به امید ایام پیری، حالا شدم دور ریختنی. خائن، همین که تا الان زنده هستی نشون میده که هنوز وفاداری. تا وقتی که من زنده هستم پشتیبان داری دورا. همین الان گفتی دنیا روی آب قرار نداره. حرف خانو به خودش پس میدی پدر سوخته. بشین دورا، بیدل نگیر. تو که میدونی من چقدر به تو علاقه دارم. تو حرفی زدی بخوام؟ نه، من چیزی نگفتم. بعد صحبت میکنی، برو. حضرت قوام خواب دیده بود که عمر خان بین خوردن دو فنجان قهوه به سر میاد. بار بگم. یک بار دیگه هم بگو. آرام تر پسر. اشت از صبح نمیخوردم، او قلبش گرفت افتاد. هر کاری کردم فایده نداشت. قلبش گرفت یا چرا حرف نمیزنی؟ آه بدی هم بود.
خب محب علی یه بار دیگه دقیق بگو چی شد. دوراب رو دیدم، گفت دارم برای خان قهوه مخصوص درست میکنم. منم بهش شک کردم، اومدم به خان گفتم. بعدش خان گفت هر دو تا قهوه رو خودت بخور. راست میگه؟ بله آقا، بله. خان وقتی دید قهوه سالمه از من معذرت خواست، بنده نوازی کرد. خدا رحمت کنه فتولا خانم. روشن پایدار صفان، پدر وقتی میمیره که به این شک میکنه جای کار درست نیست. پیداش میکنم من پیداش میکنم. دورا بنا بود تنها بمونه با خان، ولی نخواست. من محب علی رو نگه داشتم، شاهد بودین که من یه عمر توی این خونه خدمت کردم. نیست دست بزده من، تو رو نمیبخش. خیلی خوب، کافیه، مهمون ها اومدن. بالاخره کار خودشو کرد. خانم من خیانت نمی کنم. خدا رحمت کنه سلام علیکم. سلام، خیلی خوش آمدید. آقای جانم، آقای دیدی دیدی تاج سرم، سایه سرم را. دوراب بیشتر از پسرش گریه میکنه. حاکی از علاقه است، معلومه. جنب شماست، من دیگه نمیتونم توی خونه بمونم، نمیتونم. قلبه این بدون خواهد چه اشکالی نداره، با ما میاد. هر موقع هم خواست میتونه برگرد. بله، میاییم دنبالشون. یادم اولین بار که پاگو داشتم قلعه دور، مثل تو ترگل با ترابت بود. ولی خب خدا نخواست که بچه دار میشه. فکر میکنی ملک بانو برای چی اینقدر شلطاق میکنه همه جا؟
چون میراث برداره. میخوری هم با مشتی گدا ایراد نباید گرفت به کار حاکم و حکیم، ولی واقعا ایراد پیدا کرده دم مسیحایی تو. تا دم زدی از جوان شدن و سالم شدن خان افتاد مرد بیچاره. وظیفه حکیم و طبیب امید دادنه، نه زنده کردن. بران همینه که دکتر پیدا نمیشه در قبرستان. زیر خاک هست، روی خاک نه. واقعا چرا؟ خب به خاطر اینکه شرمنده هستیم از مرده ها، بابت همین دروغ های امیدوار کننده. پدر سوخته، پس ما چرا به حرف تو گوش میکنیم و داروی تلخناک میخوریم و سوزن سوزناک میزنیم؟ بدبختانه جواب این سوال رو فقط در اون دنیا میشه فهمید. خادم رنجه فرمودید حضرت اشرف، منت سر ما گذاشتی. شما که تهران نمیرید؟ تهران؟ نه، یعنی بله، برادر بزرگترم از من خواسته که برم تهران و من باید اطاعت کنم. امر شما چی باشه قربان؟ ولی امر یغما خانم معلومه. خان سر رشته امور رو به دست گرفته. من با نویل عهد بستم و در ایل من عهد شکنی خلاف غیرته. قراره یغما خانم بیاد اینجا ساکن بشه، باید مرتبش کنیم زود. حتما خبر دارید که اخراج شدم توسط نامدار خان. تو بازی ما تو سوختی و رفتی کنار.